سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال انیمیشن وی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام در مورد انیمیشن باحال باسنجی حرف بزنیم، اینکه از کجا شروع شده و چرا اصلا تموم نمیشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی خیلی ممنون. بدون معطلی بزن بریم. رفقا، شما میدونین که انیمیشن باسنجی کی شروع شد؟ که پخش شد سال 1999، یعنی چیز حدود 22 سال پیش. درست شنید، انیمیشن باستانجی 22 سال پیش توسط شبکه نیکلودین، شبکه که یه عالم سریال خفن داره، ساخته شد و این انیمیشن تا همین الان 13 تا فصل داره. سریال باستانجی به علاوه این که 13 تا فصل داره، 3 تا فیلم انیمیشن هم داره که خیلی باحالن. فیلم بایستانجی شلوار مکعبی اولین فیلم انیمیشن از بایستانجی بود که تو سال 2004 اکران شد و با فروش 140 میلیون دلار در سراسر دنیا ترکوند و طرفداران واقعا از این فیلم انیمیشن راضی بودن. مثل من واقعا اینو بیشتر از دوتای بعدی دوست دارم. دومین فیلم انیمیشن بایستانجی تو سال 2015 ساخته شد. اسم این فیلم بایستانجی خارج از آب بود که داستان خیلی جذاب داشت. این انیمیشن تونست فروش 325 میلیون دلاری در سراسر دنیا رو تجربه کنه. وای خدا، عجب رقمی. نیکلودین که میبینه به قسمت دوم عجب فروشی داشته، چند ماه بعد میاد به طرفدار میگه که قراره قسمت سوم این انیمیشن تو سال 2020 منتشر بشه و اسمش باسفنجی استنج در حال فراره. و واقعا من با این یکی قسمتش خیلی حال نکردم، چون گرافیش کلا عوض شده بود. خب حالا خالق انیمیشن باسفنجی کیه؟ بالاخره هر انیمیشنی خالقی هم داره. خالق انیمیشن باسفنجی فردی به اسم استفن هیلنبرگه که کلانی داستان داره برای خودش. خلاصه بخوام بگم، متاسفانه استفن هیلنبرگ تو سال 2018 به دلیل بیماری از دنیا میره و طرفداران فکر میکنن که انیمیشن باسفنجی قراره تموم بشه. اما نیکلودین میاد میگه که ما جای استفن هیلنبرگ رو با افراد جدید پر میکنیم و انیمیشن ادامه دار خواهد بود. انیمیشن باستانجی انگار قرار نیست تموم بشه، چون نیکلودین عاشق این انیمیشنه و هی داره ادامهش میده. اون طرف 13 تا فصل داره که ممکن بازم بهش اضافه بشه و این طرف یه اسپین‌آف ازش ساخته به اسم کمپ کورال که فکر کنم برای مخاطبای 2-3 ساله شه، چون برای ما خیلی جالب نیست، چون باستانجی اختوبوس اینا همه بچه شدن. به جز کمپ کورال، نیکلودین قصد داره برای پاتریک یه انیمیشن اختصاصی بسازه که پاتریک شخصیت اول اونه. شخص اول انیمیشن پاتریک، واقعا عجیبه. فکر کنم جالب بشه. یه دلیلی که انیمیشن باسفنجی تموم نمیشه به خاطر خط داستان انیمیشنه. انیمیشن باسفنجی خط داستان درستی نداره. توی قصه میبینیم مثلا کله یکی منفجر میشه ولی تو قسمت بعد زندن. توی قصه میافتن تو چاه ولی دوباره تو قسمت بعدی هستن. اینطوری خط داستانشون درست نیست. برای همین میتونن داستان تا بی نهایت ادامه بدن. به نظر من چیزی که انیمیشن باسفنجی خاص کرده همین که تموم نمیشه. چون انیمیشن باسفنجی خیلی جدی نیست و جنبه فان داره. پس لازم نیست که براش خط داستان معینی تعیین کنیم، چون انیمیشن فانه، جدی نیست، پس خط داستان معینی هم لازم نیست. خب رفقا، دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و رفقای تازه بکنن آشنا شدن. برای دیدن ویدیوهای باحال بعدی روی دکمه سابسکرایب کلیک کنن و زنگوله رو همه قرار بدن. خیلی خیلی ممنون. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.